کامبیز به لحاظ جمع‌بندی آیا موضع واحدی در پایان این کنفرانس گرفته شد؟ راستش کوروش، حقیقتش کسی فکر نمی‌کرد اصلا این کنفرانس امسال تشکیل بشه به خاطر این قضیه جنگی که توی اسرائیل با حماس در جریان هست. حتی کسایی که برگزار کننده جلسه بودن امیدوار نبودن که بتونن جلسه برگزار کنن، ولی با این حال وقتی که به تموم شد بیشتر مواضع تقریبا میتونم بگم اون چیزایی که در موردش اختلاف نظر بود هنوز به جای خودش باقی بود، به خاطر اینکه اونایی که مخالف سیاست‌های اسرائیل هستن خیلی اصرار داشتن که باید اسرائیل طبق قوانین بین‌المللی رفتار کنه. اونایی که حامی اسرائیل بودن میگفتن که اسرائیل داره طبق حق دفاع، اصل دفاع از خودش داره این کار انجام میده. ولی کوروش وقتی جلسه تموم شد یه جلسه رو تشکیل دادن با حضور کارشناسای سازمان IISS که از میزبانای این برنامه هست و داشتن بحث میکردن که چه موضوعاتی باید تو این کنفرانس بهش اشاره میشد ولی از قلم افتاد. جان ریز مشاور ارشد اونجا یکی از موارد مهمی رو که فکر کرد که باید حتما تو نظر داشت و بهش اشاره کرد مسئله ایران بود. First of all, Iran. ایران در حال نزدیک شدن به پایان یک انقلاب است، هم به لحاظ سن بالای رهبران انقلاب و هم به لحاظ توانایی انتقال انقلاب به نسل بعدی. این پایان یک دوره سیاسی است. ساده انگاران است که بگوییم پایان در راه است و پیشتر هم این را در مورد ایران گفته ایم. ولی در این تردیدی نمیتوان داشت و حتی رهبران ایران هم خودشان تردید ندارند که مقطع بعدی انقلاب در ایران نامشخص است و ممکن است مرحله نهایی باشد. بزرگترین پرسش برای من این است که انقلاب ایران و با نزدیک شدن به پایان عمر طبیعی خود به چه سمتی می رود؟ کوروش، در ادامه صحبت شد، بحث های دیگه هم مطرح شد در مورد وضعیت جنگ روسیه و اوکراین که این روزا به دلیل وضعیت قضیه‌ای که در خاورمیانه در جریان هست به گوش خیلی ها نمیرسه. ولی با توجه به اینکه این اولین کنفرانسی بود که بعد از توافق ابراهیم برگزار شده ولی اسرائیل اصلا توش حضور نداشته و اینکه ببینیم آیا اصلا توافق ابراهیم توانایی رو داره که بتونه طاقت بیاره با توجه به جنگی که توی خاورمیانه هست، من گفتگوی کردم با دن ففرمن از تحلیلگران ارشد یک انجمن مردم نهاد یا NGO هست به نام شبکه. بعد اینا کارشون این است که طبق توافقه ابراهیم که انجام شد بین کشورهای عربی منطقه از جمله بحرین و شروع میکنن برای نهادهای اجتماعی و فرهنگی اسرائیلی شروع میکنن فعالی کردن. اتفاقا حتی اونا هم امسال تو بحرین نیستن، برای همین من این فرصت مقتنم شمردم ازش بسپارم که ببینم با توجه به اینکه وضعیتی که الان هست چه چیزی رو باید از همه مهمتر دونست و اون زیر نظر داشت. It should be clear to everyone. باید برای همه مشخص باشد آن دسته اصلی که پشت حملات به اسرائیل است جمهوری اسلامی است. همچنین موج شلیک‌های موشک و راکت و موشک‌های ضد تانک از شمال اسرائیل، موشک‌های کروز و بالستیک از سوی یمن در جنوب با حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. رژیم حاکم در تهران همواره به دنبال جنگ و تخاصم نه فقط علیه اسرائیل که دیگر کشورهای مدرن در منطقه است. تا کنون چند بار به سمت اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شلیک کردند. بحرین را هم تهدید کرده و هر جایی هم که نیروهای آمریکایی هستند آنجا تهدید محسوب می شوند. بازدارندگی آمریکا و متحدان در مقابل ایران نقشی اساسی دارد و شاهد هستید که وقتی منطقه موضعی قاطعانه بگیرد آنها عقب می نشینند. آنها می دانند نمی توانند نبرد برابری با آمریکا یا اسرائیل داشته باشند و مهم است که بازدارندگی فعلی در مقابل ایران و تا زمان پایان این مناقشه برقرار باشد. کوروش، به بحث‌های دیگه هم در مورد وضعیت خاورمیانه، وضعیت توافق‌های ابراهیم، وضعیتی که اسرائیل با در مقابل در اون روبرو است و انتظار که کشورهای عربی دارن اشاره کردیم، ولی در بخش‌های بعدی به بیشتر و مفصل‌تر به اون می‌پردازم. کوروش، مرسی. کامبیز توانا، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به منامه بحرین.